سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. امروز می‌خوایم بریم درازترین بازیکن‌ها رو مقابل کوتوله‌ترین بازیکن‌ها قرار بدیم. قراره که درازترین بازیکن‌ها منچستر یونایتد یا باشم و وای که همیشه در حقمون ظلم میشه کوتوله‌ترین‌ها باشیم و بعد بهتون بگم که درازترین‌ها 2 متر و 10 سانت قدشونه و کوتوله‌ترین‌ها که ما هستیم هر کدوممون 1 متر و 55 سانت قدمونه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و حتما لایک و سابسکرایب بشن یوتیوب، فراموش نشه اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسیم به سیکاپ و بریم سراغ ویدیو. خب آقا اومدیم، الان نگاه کنید، فقط شما مسی رو نگاه کنید، اون کنار واستاده، مسی همینجوری واستاده، فقط مچش نیست، این من از زانو به پایین نیستش، انقدر درازه. آقا ما ترکیب اون رو شیندیم و میخوایم بریم سراغ بازی. قبل از بازی مثل همیشه من اینها رو میذارم روی حالت لجند 10 دقیقه و دیگه دوتا تیمم با انگیزه میذارم که عدالت برقرار بشه. آقا بریم سراغ بازی. قبل از اینکه بریم سراغ بازی حتما پیش بینی کنید که کی میبره و کی میبازه، آیا کوچوله ها مثل همیشه در حقشون ظلم میشه و میبازن یا اینکه بالاخره حق به حق دار میرسه و قراره که کوتوله ها 11 کوتوله ببرن. من به نظرم آقا پیش بینیم اینه که ما بتونیم 2-1 ببریمشون یا شاید هم 2-1 ببازیم، اما پیش بینی شما چیه داخل کامنت بنویسین که کی چند میشه و کی میبره. بازی شروع میشه، کلین امباپ پاس میده، سری ما میکشیم جلو. آماش به قدر رو میبینی؟ اینقدر دراز حالا دیده بودیم مثلا مسی خیلی قدش کم نشده، نزدیک 15 سانت 20 سانت نهایتا فکر کنم کم شده بود از قدش. میرسونیم حالا به وسط تر، اونجا حکیمی هستش، حضور داره، پاس میده خود حکیمی، خود حکیمی فرار کرده پشت مدافعین. یو ابوالفضل چقدر درازن، پاس میده حالا امباپه میتونه. چی شده؟ اونها خیلی درازن، میبینی اصلا این زیر امباپه زیر آرنج وارانه، اصلا اینقدر قدش کوتاه، اصلا ما نمیتونیم سر بزنیم، یعنی بسیار بد. یا ابوالفضل قد تو ببین تو، فقط من موندم چجوری ما داریم به اونا بدن میذاریم، یعنی مقابلشون. یا ابوالفضل، ای دوناروما چرا قدش بلنده آقا؟ بذار من دوناروما رو تعویض کنم، الان میگن چرا دوناروما قدش بلند بود، بذار نواس رو بیارم، من نواس رو قدش کوتاه کردم. این پاهاشون انقدر درازه تکل بره راحت دوتا بازیکن رو میگیره. بیا آقا نواس هم آوردم تو که قدش کوتاه. مسی توپ رو گرفته، از اون سمت لبه خط حرکت کردم، من اصلا نمیدونم چرا داریم ما از این سمت میریم. اسکولیم، وای وای وای، مسی بد خراب کرد. یا ابوالفضل رونالدو رو یکی بگیره، اما شالا سری میرسونیم به جناح چپ، حالا رو به جلو ایکاردی پاسش رو میده، خود ایکارد سریم و پاسکاری میکنیم، امباپه حالا اینجا، امباپه شلو ول، اما شالا برسون رو به جلو، اما شالا ایکاردی برسون به ایکاردی. ببین ما راحت میتونیم ببریم، خدا و گمشه کنار دیگه قورباغه. بابا بابا بیا بگیرش این ابوالفضل. نواز رو میبینی اصلا نصف تیرکه قدش کوتاه. نواز جون من این از این نگاه کنی کن نقطه است، از اینجا اینجوری خیزن برمیداره نقطه تر میشه. خیلی ایکاردی، حالا ایکاردی یک. الان ما باید چیکار کنیم؟ چجوری ما باید به اینا گول بزنیم با این؟ آماشالله آماشالله مسی، آماشالله آماشالله به چرخ، آماشالله بیار به وسط، میرسونن دوباره به مسی، مسی پاس میده، خود مسی استغفر الله ربیات. وای 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 آماشالله نکش زیرش، یعنی ضمیر ناخودآگاه هم رفته که هی بکش زیر توپ، بکش زیر توپ، کوفته بکش زیر توپ. امام هشتم و نهم و دهم، کثافت یه دونه دستش زد تو کله مارکینیوش، داشت از وسط نصف میشد. قول بیابونی بابا نکش زیر توپ، ای خدا چرا من هی میکشم این توپو زیر. اما شالا ایکاردی، آقا من این نیمه گل میزنم، نگاه کن حالا حالا نه، اما شالا اما شالا اما شالا میرسونه به اون سمت ایکار آنجده. یا امام هشتم، یا ابوالفضل نباس، وای که گل رو بد خوردیم، ما باید حتما حتما گل بزنیم و من این رو مطمئنم که باید گل بزنیم و میزنیم. برو برو امباپه، خودت امباپه، دراز خیلی درازی. هر هر
نیمار پاس میده، حالا از اون سمتی چی شد بابا؟ اسمشون رو من قاطی کردم. از رو سر اینا مگه توپ رد میشه؟ حالا بذار یک لحظه اجازه بدید من تمرکز بکنم. فکر نمی کردم خدا وکیلی اینقدر توپ کات بگیره. نمیدونم چجوری اینقدر توپ کات گیره، فوقا عجیبا غریب. یا ابوالفضل سانت نکنه، فقط هر کاری میکنه سانتر رو نکنه. یا ابوالفضل، من فکر کنم ما چون تیک تاکا رو گذاشتیم خیلی خوب نمیتونیم بازی کنیم. اون عوضی هم تا ته کشیدن عقب یکم رو مخمون رفته این قضیه و سخت میشه. گل زد یا امام هشتم. خدا به این، من تا تک کشیدم جلو، تا تک کشیدم جلو، شوخی ندارم با کسی دیگه. برو امباپه، بیا امباپه. وسط. خدا وکیلی اون داره سریعتر از من میدوه، ماموشالو. آقا داره میزنه دیگه، برسون. ببین بیایی بکشین خط آفساید لعنتی رو بکشین جلوتر. خب اینا رو که دیگه نمیتونین شما گل بزنی. اسکولا چجوری ما پریدیم توپ اونا رو گرفتیم واقعا من نمیدونم. ابوالفضل من چجوری جلو اینا تو کورنل بگیرم؟ خب معلوم از اون ضربه سر رو میزنه. خودو بریم یه گل بزنیم. وای اموش دراز بی قبار گل. اموشالا پاس، حالا از این سمت، حالا از اون سمت، بده پاس تو اموشالا. یه ضربه، چجوری اینو گرفتش؟ خدا وکیلی اینو باید گل میخورد. جان تو اونو تو باید اینو گل میخورد. آخه نگاه کن خدایی دیگه، رونالدو دوپینگ کرده. رونالدو قدش من دراز کردم، بازیش هم بهتر شد. نمیدونم چجوری داستان. وای ببین اصلا خیلی خورد، اصلا به شدت خورده. دوستم میگیرم این دستر انقدر فشار بدم بترکه، بعدم میاد کش میده. گاو یا ابوالفضل واستاد ضربه سر زد. نماز رو هواه. ماشاءالله حرکت کنین، حرکت کن دیگه گاگول. واقعا یه سری آدم های چجوری از اونجا پاسدادی به اینجا. بابا این یه قدم برمیداره، من معلومه بهش نمیتونم برسم، باید بزنمش. یه قدم برمیداره، چهار تا قدم ماه. من تازه فهمیدم ما چرا داریم میبازیم. این آقا یه قدم برمیداره، چهار برابر قدم ماه. معلومه خب ما میبازیم. نگاه کن نواس رو، نگاه دوتا نواس رو بذاری رو هم تازه میشن از رونالدو. بگیرم اینو. وای اما شالله بزن. بابا نده داخل. ببین اینا کوتوله تر شدن، سرعتشون اومده پایین تر. لعنتی ها، همچنین داستان های ما نداشتیم. خدا وکیلی این دیگه من بردمش. اسکول اونور نتونست بگیره، دیگه تقصیر منه. من به نظرم تا همینجا کافیه و بیشتر از این حقمون رو نگیریم دیگه، گن زدیم. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. حتما این رو تست کنید و به هم نتیجهش رو بگین که آیا شما تونستین جلوی قد بلندها یا درازها ببرید یا نه. اگه برده باشید که حرفه‌ای ترین پیس بازین به نظر من، چون واقعا اینا وقتی میدونن شما با گرد پاشون هم نمی‌رسین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، که اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسه به 30K. فعلا تا ویدیوهای بعدی.